درود بر شما همراهان همیشگی آراد ماشین. یکی از سوالات پرتکرار و معمولی که از کارشناسان فروش و بچه‌های بازرگانی ما پرسیده میشه اینه که آیا میوه خشک‌کن و صنعت خشک کردن میوه و سبزی سود دارد یا خیر؟ خب اگر ما در مقام فروشنده، در مقام سازنده دستگاه بخوایم بگیم، باید تبلیغ بکنیم که آره سودش خیلی خوبه، بیاید بخرید فلان اینا، ولی داستان اینه که ما جدا از این که سازنده هستیم، خودمون رو مشاور دوستانمون هم میدونیم و برای این که یک پاسخ تقریبا جامع به این پرسش داده بشه، ما برای شدیم که این فیلم ها رو برای شما ضبط کنیم. حالا چرا عرض کردم فیلم ها؟ چون که پاسخ این پرسش رو من در سه پارت خواهم داد و جوابی که میدم اینه که آیا این صنعت سود دارد یا نه به سه عامل بستگی داره. این سه عامل: عامل اول تهیه محصول، عامل دوم نحوه تولید و فرایند تولید محصوله، و عامل سوم فروش. این قسمت در خصوص نحوه تهیه محصوله. ببینید، یک عدد حدودی من بخوام به شما بدم اینه که از هر 10 کیلو میوه خشک شما حدوداً، عرض میکنم تأکید، حدوداً 1 کیلو میوه خوش خواهید داشت. از هر 10 کیلو میوه تر، 1 کیلو میوه خوش خواهید داشت و با یه حساب 2 تا 4 تا و سرانگشتی میتونید نوع سود این کار رو حساب بکنید. من 10 کیلو میوه بخرم و خوش بکنم، نهایتاً 1 کیلو به من میده. میوه تازه رو چند خریدم؟ میوه خوش رو چند میتونم توی بازار بفروشم؟ پس خیلی مهمه که میوه رو از کجا، کی، از کی، با چه فاصله‌ای، با چه بعد مکانی تهیه می‌کنید. سال گذشته دوستان ما در شاهرود، در فیروزپور، در دماوند به ما یه واژه‌ای رو گفتن، خیلی برای من جالب بود. می‌گفتن ما سیب رو در موقعش لودری خریدیم. یعنی چی؟ یعنی با قیمت بسیار بسیار پایین. دپوی سیب یه جای تو باغ هست، اینا فقط رفتن بار زدن و اومد. شما حساب بکنید 10 کیلو سیب رو مثلا با قیمت 3 تومن هر کیلو، 3 تومن 4 تومن خریدن و نهایتا با 30 تومن هزینه های سربارش بشه 40 تومن 1 کیلو میوه خوش تولید کردن. و برید توی بازار ببینید 1 کیلو میوه خوش مثلا سیب با چه قیمت هایی به فروش میتونه برسه. پس پارت اول اینه که شما در زمان مناسب، یکی دیگه از تکنیک ها اینه که در زمان مناسب من میوه رو با قیمت بسیار عالی تهیه بکنم. مثلا توی جنوب کشور، جنوب شرق کشور که میتونن از پاکستان و خودشون این میوه‌های مثل انبر رو داشته باشن، تو فصلش میتونن با قیمت‌های مناسب حدود مثلا 35 تومن 30 تومن بعضن ارزون‌تر انبه تهیه بکنن. اگر شما اون موقع این رو تهیه بکنید و یه فضایی داشته باشید، حالت سرخونه‌ای، و این رو نگه دارید، دوباره در طول سال میتونید از اون منبعی که دارید تغذیه بکنید و کم کم خوش بکنید و در فصل مناسب به بازار عرضه بکنید. پس پارت اول، میوه و سبزی رو از کجا، کی و چجوری تهیه بکنم.